دوستان عزیز، خیلی خوش اومدید به کانال محمود بیز در یوتیوب. امروز میخوام به شما یه نرم افزار اندرویدی رو البته معرفی بکنم، برای اینکه بتونید در تلگرام بدون فیلتر به راحتی به اطلاعات دسترسی داشته باشید و حداقل سرعت لود یا سرعت بارگذاری صفحات یا دید و بازدیدی که از تلگرام دارید کند نباشه. بدون فیلتر شکن خیلی خیلی هم راحت و آسوده. خب قبل از اینکه آموزش امروز رو شروع بکنم، ازتون دعوت میکنم کانال من در یوتیوب محمود بیز رو حتما سابسکرایب کنید و گزینه زنگوله که بعد سابسکرایب کردن بهتون نمایش داده میشه رو حتما بزنید تا ویدیو بعد از اینکه آپلود میشن زودتر از همه در اختیار شما قرار بگیره. آموزش های قبلی روش های کسب درآمد بود، برید حتما ویدیوها رو ببینید و نظرات خودتون رو با من در میون بذارید. اما میریم در سایت گوگل پلی یا همون نرم افزار پلی استور گوگل رو که رو موبایل اندرویدتون نصب کردید اجرا کنید. توی این نرم افزار توی بعد از اینکه اجرا کردید سرچ کنید، بنویسید تلگرام پروکسی. یه لیستی از نرم افزارهایی که پروکسی های مربوط به تلگرام رو ارائه میدن به شما نمایش داده میشه. توی اینها میتونید برید اون نرم افزاری که فکر میکنید براتون خیلی خوب میتونه باشه و سرعت خوبی داره رو میتونید پیدا بکنید. بعد از اینکه تلگرامتون رو اجرا کردید میاد این نرم افزار رو باز میکنید و روی یکی از آی پی هایی که بهتون داده کلیک میکنید. این آی پی ها تماما در اختیار خود پروکسیه، یعنی سرورهایی که راه افتاده، هیچ اطلاعاتی از شما رو جابجا نمیکنه و تمام این اطلاعات مربوط به تلگرام، دیتابیس های خود تلگرام هست و به هیچ عنوان هم راهی برای هک کردن اطلاعات شما وجود نداره. از تلگرام های واسطی که توی ایران راه افتاده، مثل موبوگرام، مثل تلاگرام، مثل خیلی از این چیزها چرت و پرتی که ایجاد میکنن برای سرقت اطلاعات و شناسایی افراد، به هیچ عنوان استفاده نکنید. نسخه اصلی خود تلگرام رو که دانلود بکنید از توی گوگل پلی همون رو استفاده کنید و برای وصل شدن به سایت ها هم اصلا نگرانش نباشید، به خاطر اینکه بتونید وصل بشید در تلگرام و بتونید چت بکنید یا ارتباط برقرار بکنید با بقیه اصلا نگران نباشید. تلگرام نسخه اصلیش فقط میتونه مشکل شما رو حل بکنه، نه نسخه هایی که دارن میدن میگن آقا نسخه جدید موبوگرام اومد، روح میتونی داشته باشی، حالت روح داره، نمیدونم تلاگرام اومده، بعد آنتیگرام اومده، یا از این چرت و پرتایی که توی بازار اضافه میکنن. اینها فقط و فقط برای سرقت اطلاعات شخصی شماست، یعنی شما موبایل شما رو به راحتی ذخیره میکنن، فردا روز اتفاق جایی بیفته میگن آقای ایکس شما به فلانی رفتی پیام دادی. خب این اطلاعات دقیقاً از روی همین موبوگرام و تلاگرام و این چرت و پرتایی که توی بازار پخش میشه و دوستان هم دانلود میکنن استخراج میشه. یه عده هم کارشون همینه که میان خبرهای فیک رو پخش میکنن، میگن در صورتی که این موبوگرامتون رو آپدیت نکردید آپدیت کنید تا فردا اتفاقات مثلا دسترسی دیگه ندارید با آپدیتش، یا مثلا تلگرام فردا فیلتر میشه، فلان میشه، به امان میشه، اینو دانلود کنید جایگزین تلگرام. به هیچ عنوان این کارو نکنید. از خود ابزاری که در تلگرام آماده شده فقط استفاده بکنید. من امروز یکی از اینها رو فقط میخوام بهتون معرفی بکنم. توی این لیست تلگرام پروکسی یه نرم افزار میبینید به اسم تلگ پروکسی. تلگ پروکسی بازش میکنید ببینید شبیه یه دونه زره فکر کنم اگه اشتباه نکرده باشم، زره جنگی. اینو که باز بکنید ببینید تلگ پروکسی، بس پروکسی فور تلگرام. یادتون باشه سرچ کردید، اگر همین رو هم شما سرچ بکنید براتون میاره. این رو روی موبایلتون نصب کنید، البته اگر تلگرام دارید و اگر با تلگرام کار میکنید این نرم افزار رو برای خودتون نصب بکنید، چون واقعا سرعت خوبی داره. من این رو به چند نفر دوستان که تو ایران بودن هم پیشنهاد دادم و اونها هم چک کردن. حالا کارایی که این نرم افزار داره دقیقا میاد تا 15,000 تا آی پی رو به شما نشون میده. ببینید بعد از اینکه شما نرم افزار رو اجرا کردی خیلی راحته لیست پروکسی ها رو به شما نمایش میده. حالا اینکه من الان توی مانیتور دارم به شما نمایش میدم چون نسخه اندروید تحت ویندوز هم به مشکل برخورده و توی اون بهتون نشون میدادم. حالا در اصل نصب هم که کردید اینجا پروکسی های فعال و مدت زمانی که اد شده بهش رو شما دارید میبینید. یه گزینه کانکت، ببینید 12 دقیقه قبل به عنوان مثال اینو اضافه شده و رتبه خوبی هم داره. کانکت رو میزنید وصل میشه به سرور تلگرام به صورت امن، یعنی به هیچ عنوان اطلاعات شما رو هم هیچ کس نمیتونه ببینه و داده هاتون هم به صورت مخفی جابجا میشه و البته به راحتی هم میتونید به تلگرام دسترسی پیدا بکنید، یعنی عملا شما دسترسی راحت تری خواهید داشت به نرم افزار تلگرام. بعد از اینکه اجراش کردید تلگرامتون رو اجرا میکنید و از برنامه
استفاده میبرید. نرم افزار فوق العاده خوبیه، یعنی اگر نسخه اندروید دارید روی موبایلتون، یعنی نسختون اندروید اپ استور نیست، از آیفون نیست، میتونید از اندروید استفاده بکنید و این استالش کنید، این نرم افزار رو نصب کنید و ازش استفاده کنید. نرم افزارشون تازه فکر کنم اومده 11 سپتامبر تازه اضافهش کردن، حجمش هم فقط 3.5 مگابایته، حجم خیلی کمی داره و خب نرم افزار فوق العاده کاربردی و عالی هم هست. امیدوارم از آموزش امروز استفاده کرده باشین. من لینک این نرم افزار، البته اسمش رو براتون این توی انتهای ویدیو براتون تایپ میکنم، چون نرم افزارش رو میگم کاربردی بود، دوستانی که بهشون دادم تو ایران استفاده کردن، سرعتش خیلی بهتر از نرم افزارهای دیگه بود، بهشون معرفی کردم و الانم گفتم به شما معرفی بشه که اگر در ایران در تلگرام به مشکل برخورد کردید و نمیتونید استفاده کنید، از طریق این نرم افزار میتونید این کار رو انجام بدید. آموزش رو که دیدید لطفاً بعدش ویدیو رو بین دوستاتون به اشتراک بذارید و نظرتون هم من بگید حتما. مرسی از اینکه وقت گذاشتید، براتون آرزوی شب و روز خوبی رو دارم، موفق و پیروز باشید، خداوند یار و نگهدارتون.